من دیروز یک ویدیویی تهیه کردم در دفاع از نیلوفر فولادی و اعتراض اوریان و اینکه اعتراض اوریان از نظر من یک اعتراض سیاسیه، یک اعتراض انقلابی، حتی وقتی این اعتراض در قبال یک حکومتی داره صورت میگیره، حکومت جمهوری اسلامی که بیش از 40 سال بدن زنها به عنوان یک ابزار برای سرکوب ازش استفاده کرده و اینکه چقدر انقلابیه که زن بیاد از بدن خودش به عنوان یک ابزار برای رهایی استفاده کنه در قبال این جنبش ضد زن. خب این صحبت و دیدن سینه های من و دیگر عزیزانی که این اعتراض رو انجام میدن خیلی بعضیا رو ناراحت کرده. فکر کنم شب نتونستن بخوابن، اگرم بیچاره خوابیدن حتما از قرص اعصاب لازم بود استفاده کنن و قرص خواب، و انقدرم جریحه دار شدن که بعضیاشون حتی منو و امثال منو مقصر دونستن برای کشت و کشتار و جنایت های جمهوری اسلامی ایران، که این خود این خیلی برای من جالب بود، به خاطر اینکه میدونین 40 سال الان این مو و این بدن و جمهوری اسلامی مقصر همه چی دونسته توی جامعه، به خاطر خشکسالی. مثلا یه دریاچه خشک شده تقصیر زنان و دختران بدهجاب و بیهجابه، اگر زلزله اومده دوباره به خاطر اینه که بدهجابی و بیهجابی تو جامعه هست. هر بدبختی که به مردم ایران اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی مقصر زن بیهجاب و بدهجاب و نافرمان دونسته. خب به همین خاطر به زن معترض، زنی که سازش نمی کنه، قبول نمی کنه، نافرمانه، میگن که فتنه میاره تو جامعه. خب اینم این اپوزیسیونی که همین حرفا رو میزنه دقیقا همون دیدگاه داره به زن و به بدن زن، و زنی که حاضر نیست توی چارچوبی که خودشون تعیین کردن اعتراض کنه و فعالیت کنه. میخوام بگم معلومه که مشکل ما فقط جمهوری اسلامی نیست، 100% اولین مشکلمون جمهوری اسلامیه که باید هرچه زودتر سرنگون بشه برای نه فقط مردم ایران بلکه مردم جهان. ولی مشکل اسلام هم هست که از سر تا پا ضد زن و ضد بشریه، و همین افراد اپوزیسیون جمهوری اسلامی که همون دیدگاه جمهوری اسلامی و اسلامی رو به بدن زن دارن، اون نفرتی که علیه بدن زن دارن، علیه بدن زن آزاده در اعتراض، وگرنه با بدن زن مشکلی ندارن وقتی که ازش داره سوء استفاده میشه، وقتی بدنش برای خرید و فروش داره استفاده میشه، ولی در اعتراض تحملشو ندارن. و خب این خیلی گویاست از فرهنگی که یه بخشی از فرهنگی که وجود داره در بین ما. و بحث فرهنگم بحث مهمیه، به خاطر اینکه یک سری هم میگن که اشکال نداره، خب درسته بدن خودت حق داری هر جوری که میخوای ازش استفاده کنی، ولی نباید این کارو بکنی، الان وقتش نیست، به خاطر اینکه فرهنگ مردم اینو قبول نمی کنن. حالا همه قراره برن خونه، چون دوتا سینه دیدن، سینه چند تا زن دیدن، دیگه همه میرن خونه، دیگه یادشون میره که باید علیه جمهوری اسلامی مبارزه کنن، یا جمهوری اسلامی 40 سال چیکار کرده به این مردم ما. و میگن این بر میخوره به فرهنگ مردم ایران، فرهنگ مردم ایران اینو نمیتونه تحمل کنه. ببین عزیزم، بذار رک بهت بگم که شما دارین پشت فرهنگ مردم ایران قایم میشین که از فرهنگ ضد زن خودتون دفاع کنین. ببینین، به خاطر اینکه هنوز فکر میکنین بدن زن شرم‌آوره، فکر میکنین بدن زن تابوه، فکر میکنین بدن زن نباید دیده بشه، اینو فکر میکنین دیگه، به خاطر اینکه یه مردی که بالا تنش مثلا هر روز دارن تو خیابونا راه میرن بالا تنش تیشرت ندارن دارن راه میرن تو خیابون، هیچ کی هیچی نمیگه،
مشکلت با همینه دیگه، اینو قبول کن. و یه چیز دیگه هم که لازمه اینجا گفته بشه اینه که ببین، فرهنگ تمام مردم یکسان نیست. مردم متفاوتی تو هر جامعه زندگی میکنن، فرهنگای متفاوتی دارن، همه یکسان فکر نمیکنن. یه سری افراد هستن که فرهنگ جمهوری اسلامی رو دارن، فکر میکنن یه زن باید سنگسار بشه، باید کشته بشه اگر تار موش معلوم باشه، اگر بدنش معلوم باشه. یه سری زن و مرد آزادم هستن تو خود جامعه ایران که مدافع اعتراض عریانن، که مدافع آزادی بدن زنن، که مدافع برابری و رهایی زن و مردن. میخوام بگم که فرهنگ آدم ها یکسان نیست. منم جزوی از همان مردم، نیلوفر فولادی هم جزوی از همون مردم، ما هم جزوی از اون مردم هستیم دیگه. حق گروهی و جامعه‌ای وجود نداره، حق فردیه. حق فردی، حق به عقیده خودم، حق به ابراز عقیده خودم، حق به بدن خودم، این حق منه که اینو باید به رسمیت شناخت. و آخرین چیزی که میخوام بگم اینه که ببینین، فرهنگم یک جا نمیمونه، فرهنگ هر روز و هر ثانیه داره عوض میشه. ببینین تو این چند هفته اعتراض تو ایران چقدر فرهنگ ایران رو دگرگون کرد، چقدر دیدگاه مردم جهان رو به فرهنگ مردم ایران دگرگون کرد. میخوام بگم که فرهنگم هر روز هر ثانیه داره تغییر پیدا میکنه و من میخوام جزوی از اون جنبشی باشم که فرهنگ را دگرگون میکنه به فرهنگی که مشکلی با بدن زن نداشته باشه.